روی زمین را ناله داری برات بگم با پای نیزه روی زمین راه می رود خورشید کاروان قدمش فرق می کند ها می بینم بعضی آنالشون در اومده و دارن گریه می کنن سری به نیزه بلنده در برابر زنب سری به نیزه بلند است در برابر زنب خدا کند که نباشد سر برادر خدا کند که نباشد سر برادر زینب در محضر علما مال و سبتین نقل میکنه بعضی ها میگن تو این روایت اختلافه من به نقل از مال و سبتین دارم میگم سلمان فارسی داشت تو مدینه راه میرفت یه وقتی یه مردی دست یه دختر تو دستشه هم بابای گریه میکنه هم دختره یهو سلمان رفت جلو گفت چه خبره آیمن چرا گریه میکنی گفت دخترم نابیناست تمام اطباء دست رد به سینم زدم گفتن مدینتون نبی اطباء خوبی داره دکترای خوبی داره اگه اونجا ببری دخترت خوب میشه حالا آوردم هر طبیبی که دختر منو معاینه کرد گفت دیگه دخترت بیناییشو به دست نمیاره گفتم مذهبت چیه گفت نصرانی هستم سلمان فرمود آی مرد قول میدی اگه دخترت خوب شد مسلمان بشی گفت قول میدم گفت دنبال من بیا طبیبشو من میشناسم اومد در خونه امیر المومنین و زد امیر المومنین اومد پشت در سلمان چه خبره سلمان آقا گفته دخترم نابیناست اگه بیناییشو به دست بیاره مسلمان میشم امیرالمومنین فرمود سلمان خوب کردی آوردی طبیبشم خودت صدا بزن این کارا کار حسینه این کارا کار حسینه ابی عبدالله خورد سال بودم اومدم یوها ابی عبدالله یه نگاهی کردم میفرمان نیمی توی ظرف آبی آب خوردم فرمودن ما بقیه این آبو به این دختر دادن یا آبی تو صورتی دختر پاشیدن یهو بیناییشو به دست آورد اولین کسی رو که تو این عالم دید چهره ابی عبدالله رو دید هم بابای شهادت اینو سر داد هم دختره بابای گفت میخوام دخترم تو خونه امیر المومنین باشه دین رو یاد بگیره بشه کنیز زینب و حسین سالهای مدیدی دختر خونه امیر المومنین بود حواسو جمع باشه سالهای مدیدی دختر خونه امیر المومنین بود شد کنیز زینب و حسین دختر باولده و باسوادی شد قرآن تفسیر احکام همه چی رو یاد گرفت همه چی رو یاد گرفت پدر اومد پی دخترش دختره گفت نمیخوام برم امیرالمومنین فرمود امر پدرت باید همراه پدرت بری از زینب و حسین امیرالمومنین و حسین خداحافظی کرد و با پدر رفت آوازه با سوادی این دختر پیچی تو جزیره العرب معاویه اومدی دختر رو خواستگاری کرد برای یزید ملعون این دختر شد زن یزید ملعون
شبی که او سرا را بردن تو خرابه شام، شبی که او سرا را بردن تو خرابه شام، خبر بهش آوردم که یه عده خارجی رو وارد کردن، یه فرش سرخ رنگی پهن کردن، گفتن میخواد ملکه شام بیاد دیدن کن از اون سرا. اومد روی تخت تا وارد بشم، زینب کبرا اسیر روی خاک میام، اما زن یزید بالای تخت، حضرت زینب سلام الله علیها سر و پایین انداخت. به بیبی های دیگه فرمود من میشناسم، این یه روزی در خونه ما بوده، شفا گرفته دست حسینمه، با جلال و جبروت ملکه شام. اومد نشست روی تخت، گفت خوب کردم، بزرگان شما رو بشنش کشتن، شما رو به اسیری آوردن، یه سال دارم اهل کجایید شما؟ بزرگ شما کیه؟ زینب کبرا سر رو پایین انداخته نگاه نمی کنه. همه چهره ها برگشت به طرف حضرت زینب سلام الله علیها. بزرگ ما این خانومه، یه نگاه کرد گفت خانوم اهل کدوم مدینه ای؟ بی بی آهسته گفتم مدینه تو نبی، تا گفت مدینه تو نبی به خودش اومد، من سالها در مدینه بودم کدوم قبیله؟ بی بی فرمودن قبیله بنی هاشم. کدوم کوچه؟ کوچه بنی هاشم. از تخت پایین اومد روبروی زینب ایستاد، میخوام ازت سوال کنم، علی رو میشناسی؟ به دختر علی میگه میشناسی علی رو؟ بی بی فرمودن میشناسم، فاطمه رو میشناسی؟ میشناسم. حسن رو میشناسی؟ میشناسم. حسین رو میشناسی؟ میشناسم. تا اومد بگه زینب رو میشناسی، یه وقت بی بی سرش رو بالا دادم، هنده من از تو سوال میکنم، آیا تو زینب رو میشناسی؟ من زینبم. یه لب ناره ای زد، خودشو پرد کرد رو پای بی بی. بی بی جان فدات بشن زینبم، زینبی که من میشناختم هیچ وقت از حسینش جدا نمیشد. حسینم کجاست؟ یه لب بی بی فرمودن هنده، او سری که بالای نیزه حسین، سری به نیزه بلند است در برابر زینب، خدا کند که نباشد سر برادر زینب، سری به نیزه بلند است روبروی رقیه، خدا کند که نباشد سر عموی رقیه حسین.